اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. از آن روزهای خوش رنگ و وارنگ، همان روزهایی که در هشتی خانه ها من همه سو به سو روشنایی، شب عید و دیدار من آشنایی. چه روز و شبی بود در جمع یاران، سر کوچه در سایه سار رفیقان. سرود رهایی به لب ها، چه شام و چه صبحی، چه ظهر و چه عصری. خوشا یاد یاران و جمع رفیقان، خوشا صبحگاهان، خوشا شام ایران. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 8 ماه آوریل 20 فروردین ماه به شما سلام. دیروز عزیزی برای من میگفت یک باران بسیار مفصل در تهران آمد و پشت‌بندش هوا لطیف شده. گفتم به شکرانه این باران آرزو میکنیم که رژیم بی‌لیاقت و نادان و غیر کارآمد حداقل طبیعت به داد مردم ایران برسه و این باران یه مقدار از این زهری رو که در آسمان و زمین پراکنده شده پاک کنه. امروز مهمان عزیزی دارم که همه شما بهش علاقه دارید و همیشه به صحبتاش دل بستید و گوش میدید. دوست قدیم و عزیزم آقای مهندس حسن شریعت‌مداری، دبیر کل گروه گذار از استبداد به دموکراسی. باور کنید میشه، فکر نکنید. مخلص آقای مهندس. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان شما و هموطنان عزیزم. مهندس عزیز، درون میخواد از زبان شما بشنویم، شما آخرین خبرهایی که دارید، گزارشی که دارید از اوضاع احوالات، از رژیم دروغگویی که راست رو به مردم نمیگه، شما آخرین مطالبی که دارید چیست؟ بله، آخرین مطالبی که به دست ما رسیده همین تاکتیکی است که آقای خامنه‌ای و سپاه انتخاب کردن که دوباره نزاع رو در عراق با آمریکایی‌ها شتاب بدن تا اوضاع داخلی تحت تأثیر این منازعه خارجی بیشتر قابل کنترل باشه، چون احساسشون اینه که در داخل در حقیقت مدیریت امور از دستشون روز به روز بیشتر خارج میشه و این فروپاشی که مدت هاست امری واقعی و عینی است، برای کنذهن ترین و ایدئولوژی زده ترین اینا هم امری آشکار شد و گزارش هایی که به آقای خامنه ای میدن و بعضی از اونها اجمالش به دست ما میرسه همه دایر بر این است که شورشی بزرگ در راه است، که این بیکفایتی نظام و بدگمانی مردم به اینها به همراه سختی معیشتی که ارمغان سیاست مقاومتی و ابلهانه آقای خامنه ایست، در حقیقت مردم رو به مقاومتی بزرگ واخواهد داشت و اینها سراسیمه چنین مقاومتی هستند. سعی میکنند که اوضاع رو در خارج
طوری جنگی کنند که اثری بر عده‌ای حداقل برای وحدت در بین صفوف سپاه بگذاره، برای اینکه از طرف دیگر نگرانند که این فروپاشی که در قشرهای مدیریت میانی و کارمندان حکومتی شروع شده و دارند از حلقه خودی ها فاصله میگیرند و اینجا و اونجا با اپوزیسیون صحبت میکنند و همکاری میکنند، خب به سپاه هم برسه و این نگرانی بزرگی براشون. سعی میکنند با این درگیری که با آمریکایی ها خواهند داشت و قیمت گزافی خواهند پرداخت، حداقل این وضعیت داخلی رو اندکی بهش قوام ببخشند، که البته در وضع فعلی هر کاری بکنند به ضررشون تمام شد. واقعا چه خوب شد شما خودتون اشاره فرمودید به این موضوع. شما میخواستم سوال کنم، گاهی اوقات با هموطنانم که صحبت میکنیم یک نوع، حالا من اسمش رو ناامیدی نمیگذارم، شاید یک افسردگی زیادتر از اندازه آدم در واژگانشون در تعبیراشون حس میکنه، و همین حرفی که شما میزنید که اینها دنبال این هستن که برن یک آشوبی با امریکا را بندازن، بعدم با امریکا کنار بیان و در اون صورت خب پدر مادر اومد. ولی من برداشتم اینه، الان خوشحال شدم شما هم چنین نظری دارید، که در این بازی آمریکایی‌ها با اینا کنار نخواهند اومد، و اینطور که الان داریم می‌بینیم، حتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اشاره می‌کنه که اینا پزشکان بدون مرز رو راه نمی‌دن، ولی تروریست‌های بدون مرز رو همه جا به این سو آن سو می‌کشن. بله، این واقعا صحیحه که اینها به قضیه همیشه از این بود نگاه میکنن که مثل اینکه آمریکایی‌ها نشستن با هر شرایطی با اینها مذاکره کنن و اکنون اینها باید حمله کنن، دست بالا رو داشته باشن تا در مذاکرات پیش باشن، در صورتی که خب از زمان مکفارلن تا حالا دعوای داخلی اینها باعث شده که مذاکره موقعی هم که زمینه آماده‌ای داشته باشه بین اینها دعوا باشه که کی باید مذاکره کنه. همین آقای روحانی بود با دکتر هادی، یادتون باشه اون موقع مذاکره با مکفارلن شدن، برای اینکه دعوا بر سر این بود که رفسنجانی که اینها رو دعوت کرده آیا مذاکره بکنه یا نه، آخرش به دکتر هادی که یک شخصیت درجه سه بود اجازه دادن مذاکره کنه، همه هم خود. این این قضیه هم الان هست. آقای ظریف و دوستانش یک دیپلماسی کرونایی پیش میبرند و دائما مردم رو در داخل به کشتن میدن و در خارج تبلیغ میکنن که نبود دارو و لوازم پزشکی و پول باعث این کشتاره، و به مجردی که آمریکایی ها و بقیه میگن که ما وسایل پزشکی و دارو در اختیار میگذاریم، آقای موسوی میگه که نه، ما به طور عمومی خواستیم و فقط پول میخواد. بالاخره بانک جهانی هم تصویب نکرد 5 میلیارد دلار رو برای اینکه سپاه میخواهد که پول نقد در دست داشته باشه تا از مرزهای غیرقانونی قاچاق کالا و قاچاق همه چیز رو در اختیار داشته باشه، و این کار فقط به کمک پول نقد در نبود بانک ها میسر، و آمریکایی ها هم که اینو میدونن خب جلوش رو میگیرن. بنابراین مسئله بر سر این نیست که فقط آمریکایی ها مذاکره میکنن یا نه، مسئله بر سر اینه که اجماعی در این نظام ناکارآمد وجود نداره تا مذاکره شروع بشه، و آمریکایی ها هم بر سر اون چی که سپاه میخواد که در حقیقت هماهنگی شرایط امنیتی منطقه است قانع نیستن مذاکره کنن، که مثلا روابطمون با حوثی های یمن چی باشه یا نمیدونم با پشت و شعبی و دیگران. آمریکایی‌ها بر سر روابط خودشون با ایران میخوان مذاکره کنن، با
اون را عادی کنن و اون چیزیست که جمهوری اسلامی به هیچ وجه به اون تن نمیده و همچنین ماجراجویی هاشو در منطقه میخوان جلوش رو بگیرن و اون هم چیزیست که جمهوری اسلامی به اون تن نمیده. بنابراین مذاکرات اولا شروعش محتمل نیست، در همون حالی که آقای ظریف با دیپلماسی کرونایی در دنیا جولان میداد تا اینکه پول برای سپاه جور کنه، سپاه از ترس اینکه مبادا این کار رو ظریف و روحانی بکنه قانی رو میفرستاد به عراق تا اینکه دوباره پایگاه های آمریکایی رو بزنن و این کار نشه. بنابراین این جنگ پایان نداره و مذاکره به فرض اینکه آمریکایی ها هم بخوان که همیشه گفتن ما حاضریم، دعوای داخلی باعث خواهد شد که طرف مذاکره پیدا نشه و بنابراین به این زودی این کار به سامان نخواهد رسید. مهندس، این نکته خیلی قابل تعامله که اینو دائم تا صحبت از تحریم میشه میگن آمریکا تحریم ها رو برداره. تحریم های آمریکا به دلیل وایروس کرونا نیومده که به دلیل وایروس کرونا بره، اون دلایلی داره، اسبابی داره که به اعتقاد من تا اون اسباب برطرف نشه این تحریم ها هم برطرف نخواهد شد، تحریم ها سر جاش میمونه. مسئله اینه که دولت آمریکا هیچ نوع اعتمادی به رژیم جمهوری اسلامی نداره. یه وقت صحبت شده بود که آقای ظریف اومد و رفتشون به امریکا مؤثره، بالاخره یه دلیل رو باز نگر میدارن و آمریکایی‌ها گفته بودن که به گوش من رسید که ظاهراً آقای برایان هوک گفته بود این در به کجا بازه، این آقای ظریف که میاد درش به کجا بازه، وقتی جای دیگه تصمیم گرفته میشه ما با آقای ظریف بی خودی حرف برای چی بزنیم. و الان هم همینطور، این به نظر میرسه که آمریکایی‌ها به هیچ وجه حاضر نیستن که این سانکشن‌ها رو بردارن، این تحریم‌ها رو بردارن. حالا قائل به این شدن که در مورد دارو و در مورد مواد غذایی استثناء وجود داشته باشه، ولی همونطور که شما گفتید رژیم این رو نمیخواد، رژیم پول نقد میخواد، رژیم میخواد مثل زمان آقای اوباما پول نقد دستش بیاد. آقای مهندس، این تمام دنیا عملا شما دارید میبینید، آلمان که شما هستی، بنده انگلیس، به نوعی دولت ها این رو پذیرفتن که یک شرایط استثنایی است و در این شرایط استثنایی تنها راهی که میتوان این امید رو داشت که در یه زمان چند هفتهی جلوی انتشار این ویروس گرفته بشه، جلوگیری از تماس خواست در خانه ماندن، دفاتر و شرکت ها تعطیل شدن. در مجلس جمهوری اسلامی طرح سفوریتی تعطیل کشور رو رد کردن، یعنی عملا اصرار دارن. آقای روحانی هم اومد پیروز گفت که نخیر انشالله از هفته آینده همه میرن سر کار. این قضیه با انشالله ماشالله داره برگزار میشه. نتایج خطرناک آقای مهندس شما چگونه میبینید و برای مردم چگونه تشریح میفرمایید؟ متاسفانه وضع بسیار وخیمیه. ببینید دولت کلن وضعش طوری است که فقط میتواند این 1 میلیارد دلاری رو که اخیراً تحت تأثیر گزارشی که وزارت اطلاعات با آقای خامنه‌ای داد و اوضاع رو بسیار وخیم و مردم رو در حال قیام نشان داد، خامنه‌ای قبول کرد بعد از 11 روز که از جیب نظامی ها بزنه، از جیب سپاه بزنه و 1 میلیارد رو با اکراه به آقای روحانی بده. 1 میلیارد دلار پولی نیست که در اوضاع فعلی بتواند کاری بکنه. فقط قرضهای گذشته رو شاید باش دولت بتونه مقداری بده و مقداری هم خب مثل معمول لفت و لیست میشه. مهم اینه که در مملکتی با این نظم و ترتیب که شما میگید، مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل جاهای دیگه این میشه که ثروت ملی طوریست که به کسانی که در قرنطینن یا کار نمی کنند می توانند مبالغی کمک کنند. صنعت به قدری به سر پای خودش استواره که می تواند چند ماه دوام بکنه، دوام پیدا بکنه و بنابراین سعی می کنند که این ابتلا به
ویروس رو در طول زمان بشکنند و تختهاشون بر معالجه مردم به اندازه کافی باشه. خب حکومت این نالایق و ناکارآمد که ابتدا 50 روز کتمان کرد، بعد سپاه رزمایش میکروبیولوژیک برای مبارزه با این ویروس اختراع کرده که کاری احمقانه تر از این اصلا واقعا نمیاد. در حقیقت با ویروس اعلام جنگ کرده به جای اینکه ویروس رو بیمارستان ها و پزشکان مهار کنن. این واقعا عوام فریبان سپاه سعی کردن با حضور نظامیان در خیابان ها نشان قدرت و اقتدار خودشون رو نشان بدن، اقتداری که وجود نداره، و به رخ مردم بکشن. خب بله، طرف دیگه در حقیقت کشتار کرونا بیداد میکنه، به تدریج بیمارستان ها دارن ورشکست میشن، امکان مقاومت مالی ندارن، وسایل ندارن، مردم به حال خودشون رها شدن و ایده جمعی که از ناچاری انتخاب کرده بودن این بود که اوضاع رو به حال خودش رها کنید، یک نوع ایمنی بعد از کشته شدن پیرها و گروه‌های تحت ریسک و اونهایی که نمیتوانند مقاومت کنند و معلولین و نمیدونم معتادین به مواد مخدر، بالاخره به وجود. این یک انتخاب از سر ناچاری و بسیار غیر انسانی بود، برای اینکه این معنیش یک نوعی در حقیقت ضعیف کشی، داروینیسم اجتماعی و اینکه قوی میماند و ضعیف از بین میرود هست. در صورتی دولت ها سعی دارن که اونهایی رو که 90 سال 95 سال دارن در این کشورها حفظ کنن، و در جمهوری اسلامی با کمال بیشرمی خودشون قرنطینه میشن و بعد به مردم آقای روحانی میگه برید سر کار. هیچ کس نیست از آقای روحانی بپرسه که این رهبر شما که در سد لطیان در تفرجگاهش قایم شده، این چرا نمیاد؟ چرا شما نمیاد؟ چرا مجلس جلسات چو علنی نمی کنه؟ چرا مردم مگه گوشت دم توپ هن که اونها رو میفرستید به کام ویروس ها و خودتون میشینید در خونه هاتون؟ چه تولیدی، کدام تولید رو شما میخواید با این راه بندازید؟ چرا سرگرمی ایجاد میکنید؟ این باعث شده که کادر درمانی ما و پزشکان شریفی که مثل دکتر زالی و دیگران هستند یواش یواش حساب خودشون رو دارن جدا میکنن، هم از سپاه و هم از اینها، و سعی میکنن به مردم بگن که ما مخاطرات رو میدانیم، به شما میگوییم، شما این حکومت رو باور نکنید، این نظام رو باور نکنید، گوش به حرف ما، کادر بهداشت داشته باشید. در بینشون انسانهای بسیار شریفی، حتی اونهایی که در دولت کار میکنن، اغلبشون سعی میکنن حساب خودشون رو از این حکومت جاهل و ناکارآمد و فاسد و آدمکش جدا کنن. متاسفانه این وضعی است که وجود داره و مردم باید بدانند که بدون همیاری خودشون، بدون یک عزم راسخ که اینها بروند و پیوند دادن این بحران کرونا به مسئله گذار از این نظام، کار به جایی نخواهد رسید و این نظام اگر بماند فجایع خیلی بیش از این خواهد بود. باید امیدوار باشیم، باید دست به دست هم بدیم. اینها آخرین لحظاتشون رو میگذرونند و اگر همت داشته باشیم اینا خواهند. حضورت رو عرض کنم، این صحبتی شما میگید، این به نظر من خیلی مهمه که رژیمی که دست به جنوساید میزنه، یعنی همونطور که شما اشاره کردید، جنتی 97 ساله باید مراقبت بشه، زنده بمونه، اما اگر یه آدم 75 سالش بود، 80 سالش بود، اب نداره، اگر بره بهتر هست. حقوق بگیر کمتر میشه، بازنشستی بگیر کمتر میشه، و خب ما میتونیم بقیه مردم هم بزنیم تو سرشون. ولی این الان برای مردم به صورت یک آگاهی همگانه در آمد، یعنی مردم هم این رو میدونن دیگه، این دروغ ها و این بازی ها جایگاهی برای مردم نداره. نکته دیگری که از زبان شخصیتی که وابسته به بیت بزرگ مرجعیت هست این هست که به گمان من مهندس، این ماجرا و این حادثه
دکان خرافه بازی اینها رو هم تا حدود بسیار زیادی بیرونق کرد و این بیرونقی رو شما ملاحظه میکنید. منتها اینها که به فکر مردم نیستن، دیدم دیروز هواپیمای 330 از پاکستان مسافر وردش بود برای مشهد آورده بود، یعنی اینا میخوان حالا در این حرم در مشهد و در قم باز باشه، در حالی که در عراق شما میبینید با چه اقتداری آقای سیستانی اومد و بس و در رو بس و اجازه هم نمیده باز بشه. این به نظر من صحبت شما اینجا میتونه خیلی مؤثر باشه، خطاب به این آقایونی که خود متولیان دین میدونن و اینجور با دین مردم با جان مردم بازی میکنن و تصور میکنن که مثلا اگه در حرم باز باشه مردم برن تو حرم حضرت معصوم لیس بزنن، قدرت اینا سر جاش میمونه و دینشون و هم دین رو دارن و هم دنیا رو و میتونن باقی باشن، در حالی که به نظر من مردم واقعا متوجه شدن این خرافه بازی ها رو و این حقه بازی ها رو در بله. خب ببینید در عراق شخصیتی مانند آیت الله سیستانی است که با شجاعت و صراحت آمد و گفت که وظیفه یک مسلمان نه تنها حفظ جان خودش هست بلکه حفظ جان دیگران است و هیچ کس را نباید به خطر بیندازد و همه این بقای متبرکه باید تعطیل. خب یک چنین فتوایی یا یک چنین نوشته‌ای از سوی یک مرجعی مانند آیت الله سیستانی اثر قاطعی داشت. حالا شما ببینید هیچ کدام از اینهایی که مسما به لقب مرجعیت در ایران شجاعت این رو نداشتن که در مقابل تولیت قم و مشهد قد علم کنن، نه خامنه ای. اینا از تولیت قم و مشهد هم میترسن، اینها از منافع خودشون میترسن، اینها طرفی به اندازه آقای سیستانی اگر داشتن علنا مانند ایشون اظهار نظر میکردن و نتیجهش میشد به این که خب بسته بشه اینا به طور قاطع. چون به نوعی وابسته مالی به همه اینها هستن، در حقیقت به هیچ وجه به وظایف دینی خودشون عمل نکردن و صریحا نگفتن که هیچ کس حق ندارد کس دیگر رو به خطر بندازه و جان خودش رو به خطر بندازه و بنابراین باید وظیفه است که جان همه رو حفظ کنید و در منازلتون بنشینید. و اگر چنین چیزی میگفتن دو وقت روحانی هم جرأت نمیکرد مردم رو به پای کار و به کام مرگ بفرست، مجبور میشد که دیگه مخواد. و خیلی جالب آقای مهندس، حتی مقبره خمینی رو هم اینو برنشن درش رو ببندن یا یک جوری ببینید یک نوع همونطور که شما گفتید، چون هر کدوم از این دکان ها ممر درآمد دیگه، بنابراین این ممر درآمد رو باید در آقای خمینی کجاست؟ هر روز اونجا نشسته بود تر پیداش نید تر مقبره وازه و آقای خمینی پیداش نید بین مردم نید، بس همه میترسن از دونشون ولی اینجا رو باز میترن و حکم قتل مردم رو میدن. شرم باد بر اینهایی که به هیچ وجه به فکر جان مردم نیست. حکم قتل مردم، جمله رو یادتون باشه، جنوساید، حکم قتل. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم در خدمت های مهندس شگرد مدید. Beni geldin dir.
ندیم مدادم او عشق بودم والله های بس دو جزمی سنده دادم یال جزم درود دوباره حسین ضروری چقدر زیبا بود این آهنگ در پس ذهن همه ما هست من هیچ وقت یادم نمیره اون زمانی که رشید بهبودوف اومده بود و تو تالار فرهنگ اون وقت میخوند یادتون هست های مهندس رشید بهبودوف رو که واقعا چه صدایی بله من بسیار علاقه داشتم و واقعا یکی از خواننده های مورد علاقه من بود آدم واقعا نابغه بود در کار خود بله فنابغه بود و بعد بلد بود فارسی میخوند خیلی این بله. آدم فوق‌العاده بود خب روزگاری بود آقای مهندس روزگار خوشی داشتیم که فرزند یک مرجعمونم در دانشگاه صنعتی در دانشگاه شریف درس میخوند و به موسیقی هم علاقه داشت
و با روشنفکران رفاقت و دوستی داشت. و حالا آقازاده ها رو میبینیم که هر کدومشون مشغول یا جنایتند یا تجارتند یا دزدیند یا سرقت هستند. واقعا همه چی عوض شده های مهندس، یعنی مسئله مفهوم دین، مفهوم آقازادگی، مفهوم بیت مرجعیت، تمام اینا رو عوض کردن. و من مطمئنم شما هم از کسایی هستید که معتقدید این داستان کرونا با همه بلاهایی که برای ما داره اما یک پایان خوبی هم خواهد داشت، یعنی این رژیم دیگه نمیتونه حق بازی های گذشته رو تکرار بکنه. بله امیدوارم که اصلا نباشه که حق بازی گذشته رو تکرار کنه و من امیدوارم که کرونا اینها رو هم ببره در کنار کارهای دیگری که خواهد کرد و بنابراین امیدوارم که در وضعی باشن که زور ما و ملت بهشون آسان‌تر بچربه و بتوانیم با هزینه کمتری این گذار رو انجام بدیم. همه چیز به همت مردم وابسته است. دنیا به حال خودش مشغوله، شلوغ‌تر از اونه که کسی به یاد ما باشه. فقط باید خودمون همت بکنیم، روی پای خودمون بایستیم و بدانیم که اینها در حقیقت بر روی اجساد ما مردم خواهند رقصید و شادمانی خواهند کرد و حکومت خودشون رو اگر بتوانند ادامه خواهند داد. یا جای شما مردم است در ایران و یا جای اینها با شما در یک مملکت جا نمیشید. اینا باید یقین داشته باشید، باید اینها را به بایگانی تاریخ بسپارید تا بتوانید زندگی رو آغاز کنید. خیلی خوشحال هستم که مهندس شریعت مدایی رو اینقدر با اقتدار، با همون ایمان و با همون اعتقاداتی میبینم که 4 ماه قبل میدیدم. وقتی که گذار در واقع شکل گرفت و به حرکتی شد که مورد توجه مردم قرار گرفت، امیدواری یک بار عجیب در همه جا مشاهده میشد، در واقع فوران میزد. هر جا که میرفتی با بچه های داخل صحبت میکردی و همطور تشویق شده بودن بچه های داخل، به هیجان اومده جوانترها و همینطور. و این بیماری که اومد طبیعتاً یه مقدار تأثیر گذار بود روی زمان رسیدن به آزاد. یادتون باشه وقتی جلسه تو لندن تشکیل شد و بعد صحبتهایی که بعد شد، واقعا زمان بندی نکردین شما، نمیدیم بگید فردا پس فردا، ولی به نظر میرسید که دستیابی به اون اهداف خیلی طولانی نخواهد. من دلم میخواد الان از زبان مهندس بشنوم که چه احساس و چه حالی داره و چه نوع نگاه میکنه، چون فکر میکنم همچنان پر از امید هستید و همچنان آزادی رو در دسترس میبینید. ببینید این کرونا درسته که جان مردم ما را در اثر بیلیاقتی و ندانمکاری این نظام بیشتر از اون که باید گرفته و فاجعه بسیار بزرگ. اما اگر اثرات سیاسیشو ببینیم، مشروعیت این نظام رو به آخرین حد خودش رسونده. امروز کم نیستن سپاهیانی که خامنه‌ای رو یک مجنون می کم نیستن سپاهیانی که میگویند او آمده تا همه ما رو به باد. کم نیستن ذوب شدگان در ولایت فقیهی که کوچکترین ایمانی دیگه به او نداره. هسته علاقمند به این نظام کوچکتر و کوچکتر شده، کفگیر به ته دیگ رسیده، پول نیست که به این ابواب جمعی بدن و همه اینها مبارزه رو سهل و ممتنع کرده، هم راحت‌تر شده و هم سخت‌تر شده، برای اینکه مردم در چنین وضعیتی در بیم جان خودشون هستن و اصلا به فکر دیگری نیستن و فقط عصبانی‌اند و می‌خواهند این جان رو حفظ کنن و حق دارن. و آسان‌تر شده برای اینکه این نظام دیگه ابواب جمعی خودش هم نمیتواند تغذیه کنه و حفظ کنه.
گروه‌های میانی این نظام، مدیرانی که در بخش‌های بهداشتن، در بخش‌های امنیتی هستند، در ارتش هستند، در سپاه هستند، جاهای دیگر، و پرونده بدی ندارند، یواش یواش دارند حساب خودشون از این نظام جدا می‌کنند. تعداد تماس‌ها با ماها خیلی زیاد شده و همکاری‌ها زیاد. شما دیدید نامه‌ای که ما در حقیقت کمک کردیم و دوستان داخل امضا جمع کردن، 70% از داخل کسانی بودن که با اسم و رسم امضا گذاشتن. بله. گفتن که این کمک ها به دست این حکومت جبار و نالایق و فاسد باید داده نشه. مستقیم مردم بدیم. بیش از 300 تا از اینا پرستاران و کادر درمانی فداکار بودن که نه تنها در مبارزه با کرونا، در این مبارزه انسانی سیاسی هم پیش قدم شدن. خب این عمق نفوذ شورای مدیریت گذار رو میرسونه که وقتی دست به چنین کاری میزنه حاضرن داخل و خارج با هم امضا بزنن. تا حالا کی همچین کاری شد؟ اینها هم راحت کردن مبارزه است. یعنی به تدریج شورای مدیریت دوستانی پیدا میکنه، دوستانی که حاضرن ریسک بکنن، دیگه پشت اسمهای مستعار قایم نمیشن، حاضرن با ما کار کنن، و اینها از فرهیختگانی هستن که تا دیروز در بخشهایی از این حکومت هم کار میکردن، نه از کسانی که سال هاست دارن مبارزه میکنن، بلکه کسانی هستن که تازه به صفحه مبارزه میکنن. و این خب یک پدیده جدیدیست، باعث امیدواریست. اما در عین حال تا مردم به پا نخیزن، تا بخشهایی از نیروی سرکوب جدا نشه و مردم نپیوند، این کار آسان نمیشه. من از خانواده هایی که فرزندانشون در بسیج هم، در سپاه هم، در ارتش هم، در نیروهای امنیتی هم، میخواهم که فرزندان خودشون رو بگویند که اونها در چه حالی هستن، چه فشاری روشون هست، بهشون بگن این نظام ضد انسانیه، بهشون بگن این ملت در خود یک زندگی شرافتمنده و شما نباید سرکوبشون کنید، اونها رو تشویق کنن که به مردم بپیوندن. الان بهترین موقعیت است که اونها به مردم بپیوندن و به مجردی که نیروی سرکوب در چند تیکه بشه و انسجام خودش رو حفظ نکنه، اون وقت است که مبارزه مردم خیلی راحت تر پیروز میشه. این کار در درجه اول دوخته مردم است که یک جبر فرهنگی به وجود بیارن که این فشار به خانواده های اونا بیاد و خانواده های اونا و خانواده بزرگ اونا و فامیلشون موظفند که به اونها نصیحت کنند که به مردم بپیوندن و بگویند اگر به مردم بپیوندید، مردم با آغوش باز تو جوان بسیجی، تو جوان سپاهی، تویی که در اداره امنیت هستی ولی جرمی مرتکب نشدی، از شما پذیرایی خواهند کرد و این اسای سرکوب چند تیکه خواهد شد و مردم جرأت پیدا خواهند کرد که مبارزات خودتون رو مسالمت آمیز به سرانجام برسونند و کمتر هزینه بدن. این یک مبارزه بزرگ فرهنگی است و همه ما باید شروع کنیم تا به نتیجه برسیم. بسیار مهمه، مبارزه بزرگ فرهنگ، یعنی مبارزه فقط این نیست که آدم بیاد و داد و بیداد رو میتونه شعار، مبارزه فرهنگی است. همین الان روی اشاره‌ای که ما کردیم به اینکه مردم پشت به خرافات کردن، این خودش نتایج مبارزه فرهنگی است. نتایج اینه که آدم در عمل می‌بینه که مردم پیام صادقانه‌ای رو که از دل برآمده خوب تحویل می‌گیرن. و ایشون آقای مهندس اشاره‌ای کرد به یک پزشکی که خب همه ما میشناسیمش و پزشکان دیگری چون او که امروز اینها رژیم رو کاملا شناختن و فداکارانه اینها بخشای بیمارستانهایی رو که کمترین وسایل رو ندارن به حرکت در آوردن، با پولی که خود مردم دارن میدن و کمکی که خود مردم، حتی پرستارا با این حقوقای کوچکی که دارن، اینها برای آدم خیلی امیدوار کننده است. و آقای مهندس واقعا آدم مغرور میشه، غرور مثبت به ملتش، به مردمی که تو این شرایط، کدوم ملتی رو میری تو این شرایط بیان و بایستن و
ستیز بکنن و مبارزه بکنن. فقط من نظر شما رو میخواستم از اینم بگیرم که بعضی از مردم ما متاسفانه رعایت این رو نمی کنن که مثلا در این شرایط سفر کردن به این طرف و اون طرف، اونم از مناطقی که آلوده است، کار مناسبی نیست. واقعا دلم میخواست پیام شما رو هم در این زمینه بشنویم، چون مردم حرمت قائلن براتون. بله، ببینید یک تفریح آنی وقتی باعث میشه که هم خودشون رو به خطر بندازن، هم جان دیگران رو به خطر بندازن، یک بیمسئولیتی و بداخلاقی صرف اجتماعی است. واقعا با هیچ معیار اخلاقی و معیار منافع ملی و انسانی نمیشه اینو توجیه کرد. چرا باید یک کسی اینقدر خودخواه باشه که بگه من میرم یک سفر تفریحی میکنم، هم فرزندان خودم رو به خطر میاندازم و هم کسان دیگر رو به خطر میاندازم و باعث شیوع این بیماری در همه مملکت، و بعد که برمیگردم دوباره جایی رو که برگشتم آلوده میشه؟ آخه این چه منطقی است؟ چه دیدی است این دنیا و به این زندگی؟ اگر خوشگذرانی لحظه‌ای اینقدر مهمه که جان خودتون و دیگران رو به خطر بیاندازید، این یک نوع، خیلی معذرت میخوام، یک نوع بلاهته. این که نشان دهنده شجاعت نیست. شجاعت در پذیرش مسئولیت اجتماعی است. شما باید شجاع باشید که در منزل که مینشینید هفته ها با خانواده خودتون، زن و مرد، با هم بتوانند خوب به سر ببرند، اختلافاتشون بروز نکنه، با فرزندانشون خوب تا کنند، جب به خانواده رو سالم نگه دارن. به اینها میگن شجاعت اخلاقی. این نیست که سوار ماشین بشی و بری و مردم رو به خطر بندازی. اما یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم، عده زیادی هستن که اینجا و اونجا میگن که ما باید کمک کنیم و کمک ما باید بوی سیاسی نداشته باشه، مسئله اصلی کرونا است. این صحیحه، ولی ما نیستیم که این قضیه رو سیاسی. معلومه که اگر میشد کمک ها رو از مبدأ به مقصد به دست مردم رساند و اینها نمی گرفتن، توی عراق صرف نمی کردن، توی لبنان صرف نمی کردن، با دروغ و دغل کیف و میل نمی کردن، همه باید دست به دست هم می دادن و مثل زلزله بوئین زهرا که همه احزاب مملکت کمک کنن، کمک می کردن. اینها هستن که همه چیز رو امنیتی و سیاسی می کنن. مگه اینها نیستن که گفتن اگر کمک به دست ما داده نشه امکان نداره، و وقتی کمک رو به دستشون میدی سر از کوچه پس کوچه های ناصر خسرو و عراق و بازار دمشق و جاهای دیگه در میاره؟ مگه اینا نیستن که حیف و میل میکنن همون ماسکی که تو تهران 30,000 تومان، ماسکی که حد اکثر 1,000 تومان تموم میشه فروش میره، در کردستان عراق 67,000 تومان وقتی میپرسی میگن اینا همون ماسکایی هم که از ایران اومد. آخه چرا این ماسکا بعد از اونجا سردر بود؟ در ضمن جناب نورزاده باید واقعا قدردانی کرد از عزیزانی که در شهرهای مختلف گروههای همیاری درست کردن کاملا و دارن ماسک تولید میکنن، لباس سرهم تولید میکنن، وسائل بهداشتی تولید میکنند، به کمک کادر درمانی آمدند، از زندگیشون میزنند و عده زیادی که داوطلبانه به بیمارستان ها میرن و کمک میکنند. واقعا جای غرور داره این ملت و باید سعی کرد اینها رو تقویت کرد، اینها رو کمک کرد، به اینها یاری رساند. این قضیه البته از نظر ما سیاسی نیست. اونها هستند که تا میای به این گروه های همیاری کمک بکنی، میرن کارت از اینها رو میگیرن و بازجویی میکنن و نمیگذارن. بنابراین این ما نیستیم که قضیه رو سیاسی میکنیم. آدرس عوضی اونها هستن. اگر اونها بگذارن که این کمک ها مستقیم بشه، البته که باید این قضیه رو صرفا در محدوده مبارزه با کرونا. دوستانی داریم که بعضا شما میشناسینشون، شما همونطور، واقعا اینا علاقه من در کمک کنن. این راهی که شما گفتید واقعا از مبدأ به مقصد آرزوی همه ما که میتونستیم واقعا مثل همه دنیا، مثل همه کشور دیگه، شما الان میبینید یه شهروند همین الان توی
به چشم من میبینم، شهروند مصری میره اینجا و از طریق صراف پول میفرسته و مستقیم دست خانوادش میرسه که بتونن مریضی که دارن معالجه کنن و در موارد متعدد دیگه. ولی در ایران شما همچی چیزی رو خب اعتماد و اعتقادی به اون رژیم ندید. ولی این کمیته هایی که تشکیل شده به نظرم هر کدوم از هموطنان بیرون خارج از کشور که امکانات مالی دارن بالاخره در شهر خودشون، در محله خودشون، در جای خودشون یه معتمد دارن. و آیا به اعتقاد شما این بهترین راه نیست که از طریق همین کمیته ها کمکاشون رو برای مردم بفرستن؟ بله کاملا اینطوره و این نه تنها یک نوع قدردانی از اونهاست، کمک های اونها به محل درست میرسه، بلکه با به وجود اومدن این کمیته های همیاری امکان فراهم میشه که اونهایی هم که از حکومتن آدم های سالمی هن جایی پیدا کنن که به اونها کمک کنن و از این حکومت خودشون رو جدا کنن، به مردم بپیوندن. این خدمت بسیار بزرگی است و راه بسیار سالمی برای مبارزه با این مرضه. حتما در این جهت باید همه کمک خودمون رو بکنیم تا این کمیته ها یا گروه های همیاری شکل بگیرن و البته کمک های بزرگ جهانی اگر فراهم شد باید کاری کرد که مستقیما به دست کادر درمانی برسه و این وسط از بین نره. خواستم بگم گذار در این زمینه، در زمینه تماس با جامعه برومنالی که تلاش میکرد کار رو ادامه داره میده و تماس ها برقرار هست و تلاش برای اینکه کمک به مردم ایران بشه از طریق سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ یا جاهای دیگه. بله ببینید ما در این که به اطلاع اونها کاملا رسوند و به اوضاع کاملا مسلط شدن و جمهوری اسلامی نه آمارش مورد وسوق اونهاست دیگه، نه پولی که میخواد بگیره مورد وسوق اونهاست، میدانند هیچ چکی. این که در اثر این دانستن سیاست به کدوم سمت بچرخه، تا حالا که کمک به اونها فقط از طریق بعضی کشورها شده و زیاد هم نبوده، ولی امیدواریم بتونیم جلوی کمک به اونها رو بگیریم و برعکس تشکیف کنیم که به مردم. من با این آرزو در واقع هست که دفعه بعد هفته آینده که با شما صحبت میکنیم خبرهای بهتری داشته باشیم، با گزارش امیدوار کننده تری به مردم ایران بدیم. داشتم نگاه میکردم خانم مرکل رو، واقعا این نوع دولت مردان و دولت زنان آدم همیشه حسرتشو میخوره که در مملکت ما اگر زمینه حضور و ظهور اینا فراهم بود ما هم داریم از این. واقعا این بانو نگاه کردم چطور با چه سیاستی با این بحران روبرو شد و مسلم میدونم شما هم دنبال کردید و دیدید. الان خصوص ببینید کامل مهم این هست که وقتی در رأس حکومت سالم هستن و مردم قبولشون دارن، مردم با جان و دل همکاری میکنن، لجبازی نمیکنن، جان خودشون رو به خطر نمیندازن. باور کنید در این آلمان امروز در هامبورگ فقط ما 19 نفر داریم که مردن تا حالا در اثر ویروس کرونا. در کل آلمان در حدود 1000 نفره. کنترل شده به نحوی. درست دارو نیست ولی مردم خودشون در نهایت در حقیقت خویشتنداری رفتار خودشون رو با توصیه‌های حکومت در حقیقت هماهنگ کردن. از طرف دیگه خب حکومت قوی است، پول داره، پول تونسته پیدا، پولش رو نبرده تو عراق و این ور اون ور موشک بازی بکنه و از بین ببره. در نتیجه تصویب کرده که به همه صنایعی که دارن ضرر میکنن پول بلاعوض بزرگی خواهد داد، اعتبار خواهد داد، به افرادی که بیکارن پول خواهد داد و بنابراین منطقی است که بتونه بگه در خونه بشه. در ایران نمیتونه بگه سر کار برید تو میمیرن، نه مردم میتوانن تو خونه بشینن برای اینکه چیزی آه ندارن با ناله سودا کنن. درد بی درمانه، این درد بی درمان این حکومت در حقیقت، نه ویروس کرونا. ویروس کرونا همه جا آمده ولی اونجایی که تبدیل به درد بی درمان شده ایرانه. بنابراین این حکومت باید بره قبل از ویروس کرونا و همراه با ویروس کرونا. و شما این مهندس نگاه میکنید مثلا کشوری مثل سنگاپور، کشوری
به گونه اینا برخورد کردن، یا هند با اون جمعیت انبو به خاطر اینکه مدیریت سالمه، به خاطر اینکه برنامه ریزی از برنامه و متاسفانه در سرزمین ما اینطوره. بسیار ممنونم آقای مهندس، همونطور گفتم امیدوارم نوبت بعدی خبرهای بهتری داشته باشیم. من هم امیدوارم نوبت بعدی داروی کرونا و واکسنش پیدا شده باشه و ما بتوانیم با لبخند با هم دیگه صحبت کنیم. حتما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نسرون هماره برافراشته بود و ایرانی سربلند سالم با داشتن یک حکومت مردمی و ملی آزاده. به اتفاق آقای مهندس حسن شریعت مدادی دبیر کل گذار، شما رو تا برنامه بعدی به پروردگار عاشق می سپارم.